دوستان عزیز عنایت داشته باشید، میخوام راجع به یک مسئله خدمت شما متذکر بشم. مسئله فست فود. فست فود چیست؟ از کجا آمده است؟ با ما چه دارد میکند؟ اینها تمام موضوعاتی است که من امروز به آنها خواهم پرداخت. دارن با فست فود چه میکنند؟ دارن لوبیا به ما را از ما میگیرند، نخود ما را از ما میگیرند، قرمه سبزی ما را از ما میگیرند. ببینید، زمانی که لوبیا و حبوبات ما از ما گرفته شود چه جایگزین می شود؟ هات داگ یعنی حبوبات ما را میگیرند، یک چیز دراز جایگزین میکنند، به شما تحویل میده. ببینید، من اینی که دارم خدمت شما عرض میشم فقط این مسئله سطحی نیست. من میخوام به عمق و کنه ماجرا شما پی ببرید. زمانی که حبوبات شما گرفته بشود، قرمه سبزی گرفته بشود، پیاز کنار کشک و بادمجان شما گرفته بشود، ایرانی توجه کن، به شما عرض میشم، پیاز کشک بادمجان فقط پیاز نیست، هویت من ایرانی است، شرف و حیثیت من ایرانی است. با فست فود دارن منو بی شرف میکنند، دارن منو بی حیثیت میکنند. نکنیم، حواسمان را جمع کنیم. هات داگ، مسئله هات داگ مسئله بسیار خطیری است. هات داگ در ظاهرش یک معنای تحت لفظی خاص ساده ای دارد، ولی زمانی که شما دقت می‌فرمایید می‌بینید ریشه‌ای دارد بسیار خطرناک. اینی که من دارم خدمتتون شما عرض می‌کنم، اینو زیرکان ملتفت می‌شوند. ببینید، ریشه هات داگ گرفته شده از ه الف ت دال الف ی. ببین، من اینو گفتم، اینو هوشیارا خودشان متوجه میشن، ملتفت عرض بنده خواهند شد. آقا اینا به چه هدفی دارند با خانواده ما این کار را میکنند؟ هدفمند است این کار. اینا آمدند با این کارشان معنی سطحی فست فود را من را خدمت شما عرض میشم. میگه فست یعنی زود باش، فود یعنی بخو بره، فست فود زود باش بخو بره، یعنی زمانی که فعل امر به کار میبره داره به شما میگه بخور بخور بره. ولی زمان ما چه بود؟ ما در زمان گذشته نوه عموی عبوی ما اگر جاشو خیس میکرد دور سفره نهار ملتفت میشدیم. الان خواهر بنده ازدواج کرده، من ملتفت نشدم، چون بخور بره. ببینید، اینا دارن بنیان خانواده ایرانی را کن فیکون میکنند، کند فیکون میکنند. اینا همش برنامه ریزی شده است. زمان ما آبگوش در وسط میومد، میذاشتن وسط بالغ بر چند ساعت گاهن، نهار ما متصل میشد به شام ما. ولی الان بخور بره، آبگوش را تلیت میکردیم، پیاز در کنارش میخوردیم، میخوابیدیم، حرف ها میزه، فرصت تفکر و تعمق از ما گرفته شده. ببینید چقدر آمدن برنامه ریزی شده بر افکار ما، الان سیطره و حیطه پیدا کردند. من زیادگویی نکنم، میدانم وقت شما بسیار اندک است. من در جلسه آتی راجع به بحث خطیر پپرونی با شما صحبت خواهم کرد که چه راهکاری را اینها آوردن گذاشتن وسط برای اینکه تأثیرات این پپرونی بر فوتبال ما به گونه‌ای باشد که ما نتوانیم از گروهمان در جام‌های جهانی بالا برویم. ممنونم از التفاتتان.